با سلام و درود فراوان به شما بینندگان عزیز و دوستان مهربان و هموطنان گرامی، خرسندیم که بعد از سپری شدن یک هفته اینک دم دیگر با شما هستیم و با عالم عالم عشق. شما آگاه هستیم که در سال 2012 میلادی مجموعه اشعار و چاپ رسید که یکی میلاد نسترن ها بود و دیگر زمزمه نیایش یا زمزمه های نیایش که خانم هما ترزی شاعر فرهیخته و زیور چاپ آراستند و اینک مجموعه شیری سومینشان به نام کوچ پرندگان که تازه اقبال چاپ یافته و به دست عده از شما علاقمندان کتاب و شعر و ادب قرار گرفته است. هما ترزی در سومین کتاب خود یعنی کوچ پرندگان خواسته است که در شادی را بروی خود و هموطنان خیش باز کند تا آنگه ببیند زیبایی عشق را، بالهای عشق را، باغچه های باور را و شرشر باران، بوی سبزه و عطر گلها را احساس کند و بشنود صدای خنده های خودش و خوانندگان و هموطنانش را. او دوست ندارد که مردمش و خودش در اندوه و غم، در ظلمت و تاریکی به سر برند. او نمی خواهد که آسمان وطنش تیره و روزهای وطنش بی خورشید باشد و نمی خواهد بشنود صدای زجه یتیمان و بیوه زنان را و هجوم خرافات و اندیشه جنگ را. او خواسته است که در سومین کتابش یعنی کوچ پرندگان همدلی، محبت، اظهار سپاس و همدردی را یک بار دیگر برای هموطنانش و خودش به یاد بیاورد و در اصفهان تداعی کند. او کتاب سومینش را با دنیای از محبت، با دنیای از عشق برای خوانندگانش تقدیم نموده است که ما با سعادتی که نصیب من گردیده است این شاعر فرهیخته را باز هم در کنار خیش داریم و از ایشان تشکر میکنیم و کدومشان را و حضورشان را خیر مقدم میگوییم که از راه دور از نیویورک، سرزمین یخ بسته که تا هنوز هم یخها آب نگردیده است، تشریف آوردند و در این برنامه می خواهند که با شما دوستان عزیز یک جا با بالهای عشق به سرزمین محبت و آشتی و قدردانی و سپاسگزاری رهنمون گردید. شما بسیار خوش آمدین خانم عزیز بانوی فرهیخته شاعر گرامی معاصر هما جان ترزی. درود و فراوان خود خدمت شما و بینندگان تقدیم می کنم و از اینکه به من اجازه دادن که در برنامه تان شرکت کنم افتخارش نصیب من و بسیار خوشحال هستم. شما قدم هایتان بالای دیده های ماست. شما که یک خانم شاز، یک خانم قلم به دست هستین، این برنامه
اصلا این روزنه روزنه شماست که از این دریچه و از این روزنه شما میتوانین با مردمتون حال دل کنید. این رو واقعا میگن و من از تای قلبی رو قبول دارم، به دلیل که هر وقت که با شما چی از طریق تلفن یا چی حضورن میایم به برنامه تان، احساس میکنم که با تمام دوستای افغان خود که در چی در امریکا، در اروپا، افغانستان هستن رابطه مستقیم برقرار میکنم. بله بله، ما بسیار خوشحال هستم که امروز شما رو با خود دارم. خانم هما، ما زمزمه های نیایش و میلاد نصران ها را هم مطالعه کردیم و مجموعه سیومینتان که کوچ پرندگان است، واقعا در این مجموعه در هر بیدش، در هر شعر و سرودیش حضور بسیار مستقیم شما را آدم احساس میکنه و هر بیت عزیزه که شما سرودین با عالم از عشق، با عالم از امید، آرزو شما ایره گفتین و خواننده هایتان یک بار دیگر و سالهای قبل 60 و 70 شما میبرین و یاد میارین که چه صفایی بود، چه محبت بود، چه سپاسگزاری بود، چه آسمان صاف و آفتابی و آبی و شبهای پرستاری بود که همه در زیر چتر ای آسمان نیلگون با چه صفا و صمیمیت زیست میکردیم. چه راز در این نهفته است که آنگونه با خانش هر سطر خواننده را به خود جلب میکنه که نمیتوانه این کوچ پرندگان از دست خود بگذاره بزنید. شما حقیقتش را که درست فرمودید، کوچ پرندگان واقعا یک رابطه مستقیم است که ما با هموطنان در را باز کردیم. بله. که اگر شما مطالعه کردین و میبینین تمام اشعاری که در این مجموعه است به یکی از عزیزان اهدا شده و یادآور قسمی که فرمودن، یادآور روزهای بسیار خوش و خوب بود که ما بودیم، انسان زیستیم، آزاد سرودیم و آزاد اندیشیدیم و یادآوری بر این که نسلهای آینده بدانن که نسل ما چگونه زندگی کردیم در افغانستان. بله. و دلیلی که در این 30 سال اخیر از افغانستان سابق اثر نیست و جز بدبختی و آشفتگی چیزی رو به افغان مردم نمی رسانند. به همین دلیل ما دلیلی که کتاب و این قسم نوشتم برای عزیز که مردم باید بدانند، یادآور شویم، ببینیم که از نظر اخلاقی ما چگونه فکر میکردیم، چی روشن فکرهای در او دوره بود، چگونه ما اشعار خود میسرودیم، قلم به دستایی داشتیم، هنرمندایی داشتیم و دا چی سر در حد جهانی ما پیشرفت کرده بودیم. و خود این امیدوار هستم که انگیزه شود برای جوانانی که امروز زندگی میکنن، چی در خارج و چی در داخل افغانستان، که با یادآوری دوباره به همون مسیری که ماها رفتیم او مسیر ادامه بدن و فراموش نکنن که همیشه افغانستان جنگ بوده و شلیک یا رکبار گلوله های مرکبار بوده. افغانستان یک روز آزاد، سربلند و پر افتخار بود و ما امید داریم که باز هم کشور ما آزاد و سربلند خواهد. انشاءالله. ما در این کوچ پرندگان دیدم با وجود که مثلا سروده ها ارتباط نداره با بسیاری اشخاص، ولی شما هر کدام هر برگ از زیبایی ها و خاطرات خودتان را اهدا کردین و هر دوستتان، چی دوست نزدیکتان بوده چی دوست دورتان بوده، حتی با هنرمندان و آوازخوانان مثل شادروان استاد سراهنگ و استاد رحیم بخش و همچنان با هنرمندان موسیقی ما که فضل خدا هنوز در قید حیات هستند، مثل استاد خیال، مثل استاد مددی و اینا یاد کردین و اهدا کردین. مثلا ما شما با دوست وفادار گل محمد جان هم اهدا کردین و میشه که سر از اینا یک کمک صحبت کنین بیشتر که این گل محمد جان کی بود و یک تعداد اشخاص هم بود که نامایشان بر ما یک ذرگک آشنا نبود، ولی در این مجموعه ما نامایشان خواندم. سر از اینا یک کم روشنی بنازیم. مثلا شما از گل محمد جان میپرسین، گل محمد جان یکی از وفادارترین
کسایی بود که در منزل ما کار میکرد. بسیار عالی. و قسمی که ما تربیت شدیم در افغانستان قدیم، کسی که کار میکرد برای ما عضو فامیل بود. بله. به اصطلاح پدر و مادر ما او را اولاد فرزند میگفتن و برای ما خواهر و برادر میبود. بله. به همین دلیل گل محمد جان خدا رحمت کنه روح شاد باشه، تا روزی که زنده بود از اموال ما نگهداری میکرد و استادگی کرد در برابر هر چی مقاومت کرد و نگذاشت یک قران ما به اصطلاح خورده شد. بله. و واقعا ما زمانی که کودک بودم برای من افسانه میگفت، تا زمانی که پیر شد و فوت کرد و من از طریق تلفن باش در تماس داشتم، او وفاداری از او رو من در امروز در اکثر انسان ها نمیبینم. به همین دلیل است من تقدیر از اینا میکنم، چون که دریچه قلب من همیشه به طرف کابل باز است و او فضای زیبایی که ما زندگی کردیم و انسان هایی که در او زمان بودن، انسان های قدردان بودن، به همین دلیل من میخوایم امون قدردانی را ادامه بدم. بسیار خوب. شما یک دریچه دیگر باز کردین بروی مردم ما که به یاد گذشته ها بیفتن که ما تا این حد بی عاطفه، مثلا ظالم و کم مهر و بی محبت نبودیم. بله. ما فراموش کردیم این جنگ های 30 چند ساله ما را به کلی خشک ساخته، سرد و منجمد ساخته. من میخوایم که شما بیشتر در این مورد صحبت کنید. بله. یا در این صفحه مقابلش اگر ببینین مومه. مومی بود که ما را بزرگ کرد. بله. صدری اگر میبینین خانم بود که عروس مومه بود و از ما نگهداری میکرد. تایرو دخترش بود، محمد علم پسرش بود. اینا ما از زمان کودکی گردست اینا بزرگ شدیم. بله. برادرهای بله. ما، خواهرای ما. یا خلیفه زمان موتربان ما بود. لال عبدالرحیم کسی بود که لالی ما بود. و خدا رحمتش کنه تمام روز سرشانی از این می بود. بله. خلیفه میرا باز موتربان ما بود. خلیفه ابراهیم هم بسار. فقیر شاه باغوان ما بود در پدمان. بله. مادر صدیقه یک خدمتکار بود که من عاشق از این بودم. آقا صاحب یک بزرگوار بود که آشپز ما بود، که آشپز پدر کلان ما بود. وقتی که پدرم ازدواج کرد در منزل ما آمد و تا روزی که زنده بودن بودن اونجا. و ما همیشه با ایشان آقا صاحب میگفتیم چون سید بودن. سید بودن. بله. بله بله. صوفی باغوان جلال آباد ما بود. خدا رحمتشون. عبدالرزاق همینطور در پغمان بود. خانشیرین پدر مرحومشان بود. بله. میراجان کسی بود که از افغانستان امرای ما در ایران رفت و باز دوباره برگشت که متاسفانه خبر نداریم ازشان. خلاصه در اینجا که شما میبینید ما بیشتر بر خانواده و کسایی که در او دوره بودن، و باور کنین که حتی فامیلا وقتی که کتاب به دستشان رسید برای ما تلفن کردن و یک نفر خاطری خود از مومه گفت به ما. آقای عبدالله پرتود آلمان بودن، مثل که خاطری شما بوده که یک روز نزدیک بود از جایر گادی برن، چطور ایر لیلا جان خوارم برمه گفت که باز میبینن که یک دست ایشان نجات میده و این همون مومگت ما بوده. تا ایره که خانده بود یادش آمده بود از مومه. خب ببینین یک آلت شد که در ذهن انسانها او زمان دوباره زنده شد. بله. بله. و ایست واقعا ما باید تمی وفاداری خود حفظ کنیم که افرادی که برای ما کار میکنن در قلب ما صداقت با او صداقت کنم، ما با امو صداقت از ایشان قدردانی کنیم. قدردانی شما. بسیار خوب، بسیار خوب. و من بازم میخواستم که اینال امنی شیرتان به نام زنجیر محبت که است، میخواییم که شما خودتان برای بیننده های عزیز تقدیم کنین. کی پمی از یه جای من گفتم. بله بله بله. دیروز خانه لبریز از ما بود و خوشی های زندگی و نیایش های ابدی را در آینه روشنی ها و نورها دیدیم. پرشکوه و بزرگ. و امروز که در وهم باغچه های غم قدم برمی داریم، هنوز زنجیر محبت در پاهایم بسته است، اما بی صدا ولی وفادار و باورهای دیرین و راستین و عشق به شماها چون پوست تنم به من چسبیده و در راه راههای فکرم هنوز مسافران ابدی کوچه های پرشیب و فراز آن دیارید. و واقعا در ذهن من بله. هر روز هر لحظه اینا زنده هستن و من هر روز که عبادت میکنم برای تک تک از اینا دعا میکنین. خوش به حالشان، خوش به حال شما که همه قدر قدرشناس هستین و همه تربیت. درد غربت و عزیزان مهاجر و دور از وطن که این فرق نمیکنه کی هست. بله. هر افغان شما این درد غربت که احساس کردین
و دانستین که تمام هموطنانتان با این درد مبتلا هستند. میخواستم که در مورد از این درد غربت که چقدر زجر دهنده صحبت کنین و همین سروده ایتان باز فکر میکنم خود سروده تمام درد بیان میکنه. بفرمایین. ای عزیز، چی درده است درد غربت؟ درده ای که زبان با تو غریبه است و صدای آشنا و گوشت نمیرسد مگر در لحظه های ناپیدا، و مردم تو را با دیده حیرت نگاه میکنند، انگار کسی از کره دیگر آمده، شاید عجوبه ای و نمایش برخواسته. آها، بله. چی درده است درد غربت؟ درد جدا بودن از عزیزان، لحظه ها را تنها زیستن، اشک ها را در انزوا ریختن و فریاد را در گلو خفه کردن، در انتظار نشستن و منتظر صدای زنگ تلفن بودن تا شاید صدای آشنا از تو یاد کند، حال دل افسردت را بپرسد و یا مرگ عزیز از دست رفتت را تسلیت گوید. چی درده است درد غربت؟ درد بیگانگی، درد ناتوانی، درد نادانی از فرهنگ غریب، درد دستان بسته در زنجیری دورنگی، درد دوری، درد کوچ کردن، درد تحقیرها، درد توهینها، درد رنگ پوست، درد رنگ چشم و درد شناسنامه جدید، درد بی هویت بودن. آری عزیز، چی دردی است درد غربت؟ درد با بی کسی زیستن و هیچی نبودن، دردی است که فقط تو دانی و من. بله. و دلیلی که خانم کجا وقتی که ما تمام ما به کشورهای بیگانه آمدیم، واقعا هیچ شدیم، هیچ کس را نمیدیدیم، نمیشناختیم. بله. و تازه شروع کردیم که هست بشیم. باور کنین شعر شما یک خاطره را به یاد ما آورد. وقتی که آمدیم به هندوستان، ما مهاجر شدیم، متاسفانه یک مهاجر شدیم مانند تمام مهاجرین تمام کشورها، و او تنها افغان خود ما بود که مرا هر جا می دیدن عشق به چشمانشان می آمد، می گفت اوه زکیه جان، تو هم مهاجر شدی مثل ما، تو هم کشور رها کردی، مجبور شدی. ولی دیگرا اصلا برشان اهمیت نداشتیم به عنوان یک افغان مهاجر بودیم. بله. و راستی بسیار دردناک است، بسیار دردناک است که به یک سرزمین میریم که اصلا نه ما اونا را میشناسیم، نه اونا ما را میشناسن، نه هر جه بر ما قائل هستن. بله. و با یک نگاه بسیار تحقیرآمیز با ما میبینن یک بیوطن، و این درد بسیار دردناک است. بله. و این درد مخصوصا با اخباری که میشنون. بله. 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 و با تصاویری که میبینن. بله. بله. و فکر میکنن تمام افغانستان افرادش بی‌سواد بوده، هیچ اندوختی فرهنگی نداشتن، و باور کنین از ما بارها میپرسن که تو مطمئن هستی از افغانستان هستی؟ باورشان نمیه که ما یک مردم بودیم که برای خود ما فرهنگ داشتیم و سواد داشتیم و زندگی نرمال انسانی رو پیش میبردیم. بسیار دردناک است، بسیار زیاد مشکل است. خب شما در افغانستان یک تعداد از تصاویر اینجا میبینم که در این صفحه هست. من تقاضا میکنم از دوست عزیز عمر جان شکیب که امروز واقعا زحمات استیدیو به دوش ایشان است و خلیل جان راغب در سفر هستن، میخوایم که این تصاویر به نمایش گذاشته شود که از کدام آوان است این تصاویر، اگر در مورد از اینا صحبت شود. بله. ببینین این تصویر که دوری است که فاکولته را خلاص کردیم. بله. نو رفتیم ایران. بله. دوری دکتری. بسیار خوب. این تصویر بود که من وقتی که جایزه اول شعر مادر در افغانستان بردم. خب این تصویر که بله. کرد. بله. خب امرای مطلبشان پایین نشست. بله. مشتاق ما ترجیح دانشجوی سال چهارم دانشگاه کابل اگه ببینیم. و در مورد فامیل ما مشتاق کرد، با شعرم جدا چاپ کرد. این مجله یغما در ایران چاپ کرد. بسیار خوب. بسیار خوب. این وقتی که من جایزه رو بردم، مرحوم استاد جاوید
جایزه رو بر من اهدا میکنن. باز ای را گرفتن در مجله اطلاعات افتگی نوشته کردن هما ترجی شاعره از افغانستان. بله. که یک شعر من بود و همین جایزه دادن بود و با چند تا تصویر دیگه انداختن. بله. ای دست بله. ای شعر ای تصویری که میبینین مصاحبه بود که آقای ناصر طهوری در مجله پشونجان انجام داد. خب بله. این بالاتر از اون که است باشن نشان بدن. بالاتر لطفا. این تصویر روی مجله مهرمان وقتی که خانم نفیسه عباسی بسیار بله فعلا مریض هستن، خدا شفای بخیر بدهشان، محبتاشون ایشو فراموشن. یک مصاحبه امرای مکدم که تمام روی جلد مجله بود و رنگی بله و در 6 صفحه مصاحبه بود تا نقاشی امام داو خو یعنی که شما نقاشیام میکنید؟ بله بر پروگرام های دیگه شما ناورده نیکی از نمونه نقاشی متاسفانه نخیر چی که ناورده انشالله که میارم دفعه دیگه خب. اینال اینی وقت بود که من چون که هم اگه میدانن اولی کاندید جایگی دختر شایسته در افغانستان بودم. آه بسیار خوب. بله وقتی که مجله کاروان روزنامه کاروان میخواست دختر شایسته انتخاب کنه ایش کس جرات نمیکرد که کاندید شد در اون زمان. بله و مرحوم کشکتی استاد کشکتی و استاد والا در اونجا بودن، پدر من بشناختن، از من خواهش کردن و ما به می شرایط قبول کردم که من خود کاندید میکنم و دوباره از مسابقه بیرون میام که دریچه باز شود برای دخترهای دیگر که بیاین. شما دیگه یک خانم بسیار مبارز هستین که بر ضد خرافات در او عصر و زمان قد علم کردیم و شما خواستین که موقف زن برازنده تر بسازن. بله که وقتی که این کار کردین بالا دو آدم های دگام دخترهای دگام آمدن خود کاندید کردن. بسیار خوب بسیار خوب. خب شما بسیار یک کاش نقاشی را از کجا آغاز کردین و چی ها تا حال هم ادامه دادین و یا که نقاشی ببینین چون در خانواده ما اکثر ما نقاش هستیم، برادران نقاش هستن، ما خود ما نقاشی را خواهرم لیلا جان، سه تا برادر، رولای ترگی، زمریالای ترگی، ننگیالای ترگی، کلگی و نقاشی من تا وقتی که در زمانی که در مکتب بودم بسیار نقاشی خوب میکردم، در نمایشگاه جشن همیشه میماندن هم کاردستی و گلگوزی های من هم نقاشی. در ایران یک مقدار زیاد نقاشی کردم که من در کابل هرچی نقاشی کردیم مانده، یعنی قسم بود که مردم خواب میکردن در سالونایشان میمانده که کابل یاد میکنن. متاسفانه کوچ به کوچ در افغانستان مان، در ایران مان، در امریکا یک تعداد نقاشی کردیم که بازم یک تعداد دوست امریکایی از ما خواستن به تولداشم تحفه دادیم اینا. و متاسفانه در مرور زمان وقتی که ما دیزاینم شروع کردیم از همون نقاشی استفاده کردیم. آه طبعاً اسکیچ هایی که کردیم. و در شعرتان هم بله. نقاشی بسیار کمک کرده که تصویر میکنین شما. بله. هر زمان هر وقت. بله. بله تمثیل میکنم. بله. و یک موضوع دیگه که کاش می بود از نقاشیاتون که ما اینجا می داشتیم و یک موضوع دیگر می گفتم در مورد نقاشیتون که از رنگ آبی استفاده میکنین یا رنگ روغنی، پارسل، نوکاینی، از چی استفاده میکنین؟ من رنگ آبی پاستل رنگ استفاده کردیم اما زیادتر رنگ آبی بود و بعدا رنگ روغنی. خب. ای اواخر که در امریکا آمدم چون وقت نبود با ماژیک مارکرهای رنگی. بله چون من چند تا تابلو نقاشی کردم او که زیادتر حالت تصوفی و عرفانی داره. چند تا شعر حافظ بود که اونا رو نقاشی کردم، یک شعر سعدی بود که البته با استایل خودم بود و هنوزم یک تعداد دارم. انشالله من باز در اگر خدا بخوای کتاب بعدی رو چاپ کنم اونا رو برتان عکس میگیرم میارم نشان میدم. بله شما انشالله در آینده ها. و شما در مورد مرگ زبان هم گفتین و در مورد کابل هم گفتین. یک چیز دیگه بود که من میخواستم که او را بزن افغان. بله شما بزن افغان هم گفتین که درد تو بیابان بی پایان است، در حجم بیرنگ زمان. درد تو بیابان بی پایان است، در حجم بیرنگ زمان، که در رگ‌هایت هنوز خون آزاد بودن در جریان است، ولی استخوان‌های بدنت در زیر بار زور و ظلمت خارج شده و وقارت از هم پا
پاشیده است. در آمد و رفت این روزگار چگونه میتوان زنده بودنت را پذیرا شد؟ واقعا بسیار زیباست، بسیار زیباست. شما در مجموع در این کوچه پرندگان از نیایش گفتین، از مردم گفتین، از غربت چه احساس داشتین در اون لحظات که شما این اشعار را می سرودین؟ شما آیا در منزلتان در نیویورک بودین یا می رفتین در اون سرزمینتان و هرچی بود با گوشت و پوست و استخوانتان احساس میکردین و با چشمان باز میدیدین؟ در این زمینه احساستان را بیان کنین. احساس واقعی خانم کوزاد، من از او گذشته نمیتونم جدا باشم. یعنی در رگ و خون من وقتی میگم و کوف به تنم چسبیدن چی مادر خمی فهمه در نیویورک در منطقه زندگی کردن غریبه هست، سر و صدای هستین. من وقتی که در خیابانا را میرم اصلا برای من یک تراپیست به افغانستان فکر میکنم، یک آرامش خاص میده. من مدام با دوستا و عزیزا در حال صحبت هستم، با خدا راز و نیاز میکنم و وقتی که اون خاطرات زیبا را همیشه مرور میکنم تا فراموش نکنم که کی بودم. آل کی هستیم یک چیزی که به ما وصله شده، به ما پیوند داده شده. اما ما کی بودیم و هیچ وقت نباید فراموش کنیم. اون اصالت وجود ما را باید همیشه به یاد داشته باشیم. و این اشعاری که ما هر دفعه گفتیم وقتی ما به فکر گل محمد جان مستم، خب اوتوماتیک یک شعر میگم. باور کنه باز وقتا بین دو تا میتینگ از کار میبرایم یک دفعه مومه یادم میاد. متوجه میشه یک دفعه شما یادم میاد. متوجه میشه محبتهای شما، محبتهای هر دوسته. فورا من او را میگیرم، یاداشت میکنم، نوشته میکنم و شوق میام و عجله میرم تایپ میکنم که فراموش نشه و تایپ شده در کمپیوتر ثبت شه. به دلیلی که احساس واقعی باز وقتا بسیار غمناک است. مثلا ما در اینجا نشستیم، خواهرای میاد میان، یکی در آلمان است، یکی در پاریس، یک برادر در استراسبورگ، یک برادر در ژنو است، فعلا رولا جان فقط در نیویورک هستن. تک تک از اینا که یاد میاد، یک دفعه میرم در میزی که امرای پدر مادر میشستیم غذا میخوردیم. بسیار غمناک است، اما میخوام زنده نگهش دارم که فراموش نشه که ما دور هم بودیم. درست است که روزگار ما را از هم پاشید. این بهاران و این نوروز و اینا را چی با گرمی و با جوش خروش استقبال می یا امو در مورد پغمان که به آقای مسکینیار من گفت. بله، پس اجازه بکنم که آقای مسکینیار ما از کودکی با هم بزرگ شدیم. پدر آقای مسکینیار، مرحوم حسین غمین مسکینیار، بسیار دوست صمیمی پدرم بود. وقتی که من او زمان انوز و مکتب نمی رفتم، نبیل جان فکر میکنم شاید سنف اول اینا بوده باشد. در او زمان پدرم تصمیم گرفت که خانه زمین جلال آباد پغمان را بخرد. بله. و چون که خانه را آباد میکردن، زمستان ها میدانیم بسیار سرد بود، فقط تابستان هایی کار میکردن، میخواستن که یک خانه سیف‌الدین خان بود، او را گرو بگیرن که روبروی او زمین بود که ما مادرم اونجا باشه تا خانه آباد شد. وقتی که آقای مسکینیار شنیدن گفتن که صدیق جان مگه من مردیم که تو بری خانه گرو کنیم؟ و خانه خود در تمام اون مدت 6-7 ماه در اختیار ما ماندن و من مکتب نمیرفتم. در اون زمان من یادم است که اینا اینقدر بزرگواری میکردن که روزای جمعه خانواده مسکینیار که میومد در گوشه اولی میشیشتن، در خانه تا وارد نمیشدن، تکنیک خودم میکردن میرفتن. اینی مردانگی او زمانه میرساند، رفاقت را میرساند، دوستی را، عیاری را میرساند. واقعا او یک دوستی دیگه بود، یک مردمان دیگه. بله بله. و من اتفاقا همون روز که در کالیفرنیا جنوبی بودم، نبیل جان وقتی شنید که من هستم آمدن، رفتیم مرا بردن امرای دوره جان یوسف، رفتیم نان چاش بخوریم. امو دوره یادم آمد و او هم امو یادش هست که ما چی قسم بزرگ شدیم. اما او رو نباید فراموش کرد. نباید. چی صفا بود، چی صمیمیت بود، چی گذشت. بله. فراموش هم نمیشه. بله. امکان نداره. اون روزهای خوب هرگز فراموش نمیشه و به یاد امون روزهای خوب تا فعلا زنده استیم. بله. ما خو اما ترستم زندگی میکنم امروز بله. روزا. امی یک پدر دارم، پدر معنوی مستن به نام غنی قرغد. بله. در سندیگو زندگی میکنم. بله. اونا بسیار مهربان هستند، با کمال احترام و حرمت بر شما بسیار سلام فرستادند
و گفتن که وهاب جان ترزی بله. چی نسبت با شما داره؟ وهاب جان ترزی پسر محمود ترزی بچه کاکای پدرم است. بسیار پسر بزرگ محمود ترزی است. بله. خدا رحمتشون کلا فوت کرد. بله. ما سلام بر شما میرسانم جناب قرقه پدر بزرگوار و سلامای مرام بپذیرین جناب آقای قرقه. بله این اوما جان گفتن و پیامتون رساندم و اینا هم گفتن نسبت خود با آقای ترزی. خب در اخبار امید با شماره 946 جناب دکتر روان فرهادی یک مضمون در باری کوچ پرندگان نوشتن. بله اون کوچ رواری شناس. بله می خواهم که ایره خدمتتان تقدیم کنم خدمت بیننده های عزیز. بله ای عینکم بر ما هیچ کمک نمی کنه. اگر عینک شما بر ما کمک کنه دوریست عینک ها رو باید سر با سر. بله او عینک دور است و ای هم خب ما مجبور استم ناگزیر با عرض معذرت که ایره اگر نزدیک بگیرم و خدمت دوستان تقدیم کنم. ما فکر میکنم که اگر همه تر باشه بهتره. پس از میلاد میگم مرور بر کوچ پرندگان نوشته جناب دکتر روان فرهادی. پس از میلاد نسترنها و زمزمه های نیایش اینک شاعر ارجمند ما هما ترزی کوچ پرندگان را که بیشتر شامل اشعار سالهای 2011 و 2012 میلادی اوست در این سال 2012 و نوبهار 1992 به هموطنان خیش تقدیم کرده است. محل چاپ گفتن امریکا، تعداد صفحات 324 صفحه. هما ترزی در این سومین مجموعه شعر می کوشد دریچه شادمانی را بر روی خود و خوانندگان باز نگه دارد تا آنگه بیند رنگین کمان امید را، بالهای عشق را، رنگهای دلانگیز را، آسمانهای صاف را، باغچه های امید را و لاله های سرخ را و بشنود خنده های خودش را، قصه های عاشقانه را، شرشر باران را، ترنم مرغکان را. هما ترزی آرزو دارد دریچه اندوه را بروی خود و بروی خوانندگان ببندد تا نبیند باغچه های غم را، روزهای بی خورشید را، دیوارهای فرو ریخته را، ابرهای تاریک را، زمستان سرد تنهایی را، دشت خشکیده غم را، مرداب پنجره ناامیدی را و علفهای هرزه را در باغ وجود، تیره روزها را و برفهای پیری را و تا آنگه نشنود رگبار مرگبار گلوله ها را، تندر بیرحمی را و آرزومند از خودش و مردم وطنش نجات یابند از فلاکت و مرض، از نفرین زمان، از سکوت ابدی، از هجوم خرافات، از باورهای دروغین و اندیشه جنگ. هما ترزی برای همه سروده است، مگر هر یک پارچه شعر را در این مجموعه به شخص تقدیم کرده است، خواه از روی آنکه با او ارتباط و آشنایی دارد، خواه با پاس آنکه قدردان اوست. پارچه شعر به مادر و به پدر تقدیم کرده است و به هر برادر و خواهر و به آنانی که با کمال اخلاص نزد خود به خاطر دارد و نام مرحوم استاد سراهنگ و مرحوم استاد رحیم بخش را در جمله میابیم. یعنی که این مجموعه سرشار از محبت به خانواده، دوستان و اهل خدمت به وطن است و نیز اهل جهان و در سرمنزل غرض تسلیم و درگاه پروردگار. هما ترزی تسلیم گرفته است، تحمل دردها را، اندیشه ها را پذیرفته باشد یا پذیرا باشد و لبخند را از یاد نبرد
و آرزومند است در دفتر عشق ثبت نام کند و در صف نیایشگران یزدان باشد. روحانیت و ایمان و خداپرستی را با اخلاص ستایش کرده است. در اینجا از دوست گرامی استاد گرانمایه دکتر عبدالواسی لطیفی که به او نیز شعر تقدیم کرده است توقع دارم که در ارزیابی این مجموعه هما طرزی مقاله را نیز بنگارد. با تشکر از جناب دکتر روان فرهادی. بله استاد فرهادی، استاد بزرگوار ماستن، از چهره هاست که واقعا باعث افتخار مملکت. بله بله واقعا، و یک زبان شناس، یک سیاست مدار، یک ادیب و دانشمند ما، یک چهره بین المللی، یک چهره بین المللی هست. و چقدر لطف دارن به من، چقدر بزرگواری دارن و چقدر محبت دارن و همه مهربان هستن. و چند نمونه خطاطی را که من آرزو میکنم از دوست عزیز ما که در امینجا بگذارن. بله اگر شما لطف کنین در مقابل کتابا بگذارین برای یک چند لحظه که از این خطاطی، بله اگر شما تنامی خطاطی ها را بگیرین از دوست عزیز آقای عبدالظاهر رشید است. بسیار با خط مقبول، بسیار اشعار مقبول در اینجا خطاطی شده که واقعا ما دیشب در انجمن سخن که با شما یک جا بودیم و شما دعوت بودین از سوی انجمن سخن، در اونجا ایره برای همه اهدا کردن که ما از آقای عبدالظاهر رشید که شوهر دوست بسیار عزیز ما، تشکر عزیز ما رونا جان رشید هستن، یک دنیا اظهار سپاس و امتنان میکنم که این تحفه های بسیار عزیز و گرانبها را بله بر ما لطف کردن، محبت کردن. و همچنان از خانم عزیزشان رونا جان رشید که واقعا دوست بسیار عزیز ما هستن، ما امیدوار هستم که احترامات ما را بپذیرن. خب اما جان عزیز، من میخوایم که از این مجموعه شیریتان شما و انتخاب خودتان هر این در مورد از دکتر روان فرهادی گفتیم صفحه باز شد به نام مرگ زبان، اونا یک زبان شناس هستن، میخوایم که با صدای گیرایتان بشنویم. این با استاد گرامی دکتر روان فرهادی احداشت داشت. بله. مرگ زبان. شب را باور دارم که روز را انتهایی و واژه شب جنده‌داری مرگ روز نیست. بله. ما در قله‌های آهنین زمان با غنا زیسته‌ایم و در سقف احساس هنوز با اعتبار نفس می‌کشیم. ای که فردای ناپیدا تشویش من است از مرگ زبان زیبای پارسی. در شب‌هایی که به روز نمی‌رسند و کلمات در ناتوانی و گلوهای خفه شده در غربت اعتبارش را از دست می‌دهد. غم‌انگیز، دردناک و بیجا. بله بله. ولی امیدم به تلاشش که ما را به هم پیوند می‌دهد و احساس بیهوده نبودن و بیهوده نزیستن و در دوام عمر اصالت‌ها رسالت راستین را زیستن و هنوز با وقار حقیقت‌ها را دنبال کردن و به افغان بودن افتخار کردن. بسیار زیبا، بسیار عالی. چون واقعا زحمت ایشان در زبان میکشن و خب استاد مسلط هستن. بله. همیشه من به یاد میاره که زبان ما واقعا زبان بود که بیهوده داره صدمه‌ای بهش وارد میشه. والا صدمه هم وارد میشه، هم که وارد میبینیم وارد شده. بله. و میخواین عمدن که این صدمه ها به زبان ما وارد شود. شما میبینیم که امروز ما یک وقت به نام فارسی کتاب داشتیم، قرائت فارسی. امروز میبینیم که این قرائت فارسی تبدیل شده به زبان دری. دری را جدا ساختن، فارسی را متاسفانه جدا ساختن و بسیار دردآور است، رنگ دهنده است که ما چرا یا گاهی هم میبینیم که آنقدر هجوم زبان بیگانه
در کشور ما است ترازیر است که ما اصلا مردم ما لهجه افغانی بودن یعنی زبان افغانی را و خود زبان گویش و یا زبان رایج فارسی دری را در کشور ما آرام آرام فراموش میکنند و ای بیاد ما آورد این مشکل ما هست چی در زبان فارسی دری چی در زبان پشتوی ما که کشورهای همسایه البته نه مردم کشورهای همسایه ما قبلا هم گفتیم هزار بار باز هم میگویم با مردم پاکستان با مردم ایران ما محبت بی پایان دارم با مردم تاجیکستان و با تمام مردم دنیا انسانهای دنیا اما این حکومات جبار و ظالمشان است که این جفا را در حق مردم و ملت خود و ملت دیگر و همسایه‌های خود روا می‌دارند ما عده زیادی از بیننده های روزنه امی هموطنان یا همزبانان ایرانی هستند ما فرهنگ مشترک با اینا داریم ما یک روز در ماورنه این سرحدات نبود یک کشور بودیم یک زبان بودیم یک فرهنگ بودیم اما خب وقتی که این سرحدات ایجاد شد ناگزیر نامه های بر خود گرفت این کشورها مگر فرهنگ ما را نمیتوانند جدا کنند ما در این قسمت یادم آمد که چند قبل در کشور ایران از طرف دولت آخوندی ایران دو جوان ما باز اعدام شد شما دیدین؟ نه متاسفانه خوب شد ندیدین بسیار دردناک بود که دیگه این وقتی دو جوان بسیار جوان که حتما مادرشان به چی هردم شهیدی و به چی بیوداری اینا را بزرگ کرده و به خاطر به دست آوردن لب نان به کشور همسایه اینا شاید قاچاقی رفتن جرمشان را ندانستم ولی در یک جمع هیاهوی افغان ها وقتی اینا اعدام شده بودند و هر افغان می دوید و پای از اینا را رست می گرفت و آغوش می گرفتن و شانای خود می گرفتن که اگر بتوانن اینا را نجات بدن و افغان دیگر با چاقو با شانه هم دیگر بالا شده بودند با چاقو و ریسمانا را می بریدن و اینا به زمین می افتادن و فغان فریاد می شد که هنوز زنده هستن ولی نه با کمال تأسف بالاخره معلوم شد که اونا جان به حق سپرده بودند و این بسیار دردناک و غم انگیز بود که همسایه های ما بر ما فعلا دوام می دارن همسایه هایی که داد از اسلام و مسلمانی می زنن من می خواهم که باز هم یکی از سروده هایتان را و یا هر چی دارین با خواهرم هما جان این را کی برتان میشه شما ما میخوایم میخوایم من بخوانم میخوایم شما بخواد من میخوایم با صدای خودتان بشنم در آخر این کتاب یک نامه بود از دوست بسیار عزیز من مسعود خلیلی چون پدر بزرگوارشان خب میفهمید که استاد خلیلی عزیز ما بود و بسیار من برشان ارادت داشتم که در کتاب میلاد نسترنها همو شعری که برای استاد خلیلی گفتیم که در مجله سخن ایران هم چاپ شده بود در اونجا و چاپ رسیده من یک شعر برشان اهدا کرده بودم چون واقعا بر من برادرم هستم مسعود جان بله باز یک نامه که بر من نوشته کرده با اجازه خودش در این کتاب من نشر کرده بفرمایید خواهرم هما کتاب اشعارت را به دست آوردم یعنی کتاب زمزمه های نیایش بله کتاب اشعارت را به دست آوردم زیبارویان گلهای غزلیاتت روح افسردرم را گلستان و زلف مشکسای سخنانت دل پژمرده‌ام را بوستان ساخت بسیار عالی معانی زیبایش زینتگر این کهن‌طاق متروک که دلش می‌خوانند گردید حرف حرفش مدهوش دیدن دوست با چشم اشکبار است و بیت بیتش رقصان میان مستان در عشق کردگار است تا سپید دمانش خواندم و در تار و تار جانم حس کردم که هر غزل داغ زهش دارد اندر درون جانش و بوی زوست دارد در گلخن روانش دعایت کردم و گفتم رحمت به شعر تو که در این زمستان سوزان پر از درد و حرمان بوی باران عطر نسرین رنگ یاس ارمغان دلهای لرزان وطنداران وطنداران بینوای کشورش می کند که متاسفانه هم اکنون لمحات زندگیشان درد است و حسرت است و غم از گداز و سوز و لحظات هستیشان آغشته به خون تیغ متعصبانه و کورکورانه طالبان خدا نشناس بیگانه پرور است و باز هم آفرین بر تو
که در این ردپای غم و درد عشق سرشار از آرزوها و امیدهای بی پایان برای مردمش می آفریند. همسرم با من یک جا مطلع آقای احراری را که در متن تو سروده است مقطع نامه خود می سازید. سخنتراز و سخنپرور و سخنشناس هماست. با محبت مسعود خلیلی 28 قرن 1391. بسیار خوب. بله آقای خلیلی را سلام و احترامات می رسانم و خانمشان سهیلا جان خلیلی. سهیلا جان بودن یا؟ سهیلا جان عزیز. که ما خاطرات بسیار خوش از اینا داریم در هندوستان که بودیم، بسیار محبت داشتن، بسیار مهربان بودن، رفت آمد فامیل داشتیم با خانم عزیزشان، با خود آقای خلیلی که سالهاست ازم دور ماندیم و ما به این ترتیب محبت خود را و اما احساس و سپاس خود را خدمتشان تقدیم میکنم و همچنان از آقای معتصم بالله فرزند دیگر جناب استاد مرحوم استاد خلیلی هستند که همیشه محبت دارند و همیشه یکی از بیننده های روزانه هستند و از دوست عزیز دیانا جان صافی دوست داده که اونا هم شاعر هستند و در تلویزیون پیام افغان یک برنامه دارن. این کارت زیبا را با $100 اسپانسر پروگرام برام فرستادن که ازشان بسیار تشکر میکنم. کارتشان به خاطر بهار و نوروز و بهار نو است و ازتون یک جهان تشکر میکنم و محبت و احترامات میرسانم. خداوند شما را به پناه خود داشته باشد. اما جان بیشتر حرف نمیزنیم و از این جایهایی که ما علامت گذاشتیم اینمینا هر کدامشان زیباست. ای هم بزن افغان است. چیز باز که امیر باز هم بخونیم بر زن افغان. زنده درد تو بیابان بی پایان در حجم بیرنگ زمان که در رکهایت هنوز خون آزاد بودن در جریان است. بعد استخوانهای بدنت در زیر بار زور و ظلمت خرد شده و به قارت از هم پاشیده است. در آمد و رفت این روزگار چگونه میتوان زنده بودنت را پذیرا شد؟ چون واقعا من هر لحظه به یاد خانم های عزیز میفتم. همیشه احساس میکنم که دیگه وجود ندارن. یعنی احساس نمیکنم که زنده هستن، چون زنده بودن به نظر من وقت است که انسان احساس آزاد بودن میکنه و به کرامت انسانیش احترام گذاشته شود. بله. وقت یک زن، وقت ما و شما حس کنیم که ما در یک محیط زندگی میکنیم که ما مورد احترام نیستیم، در اون محیط نه تنها محبت بلکه نفرت به ما داده میشه. بله. از اون سبب است که ما احساس حقارت میکنیم. بله. اما احساس زنده بودن با گفته شما از بین میره. خب این را به فکر میکنم که به دوست عزیز ما، دوست عزیز مشترک ما خانم لیلا تیموری که خود یک شاعر بسیار نازنین هستن اهدا کرد. بله جوانم، چشمانم به افقهای دور آشناست، چون سبزه های نورسته به آفتاب پرمهر و در روزهای خالی شده از احساس بوی تنم عطر گلهای بهاره است. در زمستان‌های پربرف که دستانم از شدت سرما یخ بسته و پاهایم را در لحاف خاطره‌ها گرم می‌دارم، شاید هنوز زمزمه هستی در بدنم جوانه می‌زند. بسیار زیباست، بسیار عالی بود. یک سرودی دیگه شما بود. بله بله بله، اینجا بسیار سروده های شما بود که خب این یک دانه را اینجا گفتیم شراب دیرین و یکی دو دانه برای ما هم گفته بودیم. بله بله بله، صحت من نمیدانم. بله. که در کدام صفحه شراب دیرین و استاد یوسف کوزاد. هستی چون در قلم ها دمید، رنگ زیستن در آفرینش بنیاد شد. آها. و کلمات در سمفونی شعر و زبان یادها و رقص آمده و دلها همسایه کهزاد شد. آها بسیار عالی. نور از روزنه امیدها و دیوارهای پرهنگ مستی آفرید و شرابهای دیرین با جامهای نو همزاد شد. و تو ای مردی که در دستانت هنر را رویده ای، شعر را در جام تابلوهایت و پاس زیباترین خلقت خدایی، چی ماهرانه ریختی که رنگ هستی در مستی‌هایش به هم ریخت و
و زیباتر از نقش بهزاد شد. بسیار عالی، بسیار زیبا، بسیار تشکر. خب شما اینی یک دانه گفتین با خودم ما میخواییم ایره بشنوه بیننده های عزیز که شما امی عشق از خود شروع کردین، شما خودتان هم دوست دارین، برای خودم هرچ قائل هستین، برای خودم یک وقت یک احساس دارین، وقت قائل هستین که یک وقت آرامش داشته باشین برای بودنتان. این بسیار مهم است، این هر کس نداره. شما بفرمایین که به خودتان گفتین. بودنم شب را در عشق دیدم و روز را در امید و دفتر زندگیم را در لحظه ها روز به روز، ماه به ماه و سال به سال ورق زدم. بسیار خوب، بسیار خوب. در تمامی لحظات رنگ تو در دفترم نقش بسته بود و وجودت را نزدیکتر از پیش احساس کردم، چون بودنم در دنیای تو به تحلیل رفته است. بسیار زیبا. این تو که من میگم خدا را میگم، خدا را میگم، بله که وجودش مده اون وقتی به تحلیل میره وجود احساس میکنه. بله. خب انال شما ببینین هر کدام که به میلتان است، به ذوقتان است، میخوایم بشنویم دیگر از سروده هایتان، از سروده های کوچ پرندگان. یادی افغانستان و زن افغانستان به مناسبت روز زن. بسیار زیباست. آینه به من میخندد و تصویر نیمه بودنم در شیشه چرکین قلبش و چشمانم که سالهاست نوری ندیده و به خورشید امیدها صبح خیر نگفته. آینه به من میخندد و به روزی که جهانیان آن را به اسم من رقم زده اند و در گوشه های پر نور فرخنده اش داشتند. آینه به من میخندد و به دستان زخمیده ام و با قامت خمیده ام که چون ساقه بشکسته در باغ شهرم هنوز با زجر گل می دهد. ساقه ای که نه آب دیده و در خاکش کرمها مرا از ریشه می خورند. آینه به من می خندد و به نیمه بودنم و به زن بودنم و به فریادهای بی صدایم در کوچه های تاریک آن دیار و مردانی که در دامانم زاده شدند. شیره وجودم را مکیدند و امروز با شلاق و تازیانه روزم را برگزار می کنند. آری آینه به من می خندد چون زنی هستم نگونبخت داده افغانستان. به 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 مو برندام راست میشه، جان آدم صد میشه با شنیدن این الفاظ و این کلمات زیبا. واقعا همای عزیز که اشعار شما مرهمگذار زخماست و بیانگر دردها، شما در این اشعارتان چطور تصویر کردین امی کلیشه بودن و شعار بودن روز زن، چطور بیان کردین به چی زیبایی؟ واقعا برتون تبریک میگم. چون ببینم وقت میگن روز زن برگزار میشه، من میبینم ما اگر امی دقیقه در کار بل بودم روز داشتم؟ نه خیلی. ولی ما افتخار میکنیم به زنانی که تحصیل کردن، فاکولته خواندن، تعلیم یافته هستن، با چادرهای 2 متر کتانی، با بالاپوشای دراز، انوز هم با چهره های غمدیده ولی ناامید نیستن. ولی با پا استادن و ما هر بار که میشنوم که زن با مبارزه برخواسته در مقابل اینطور یک ناهمگونی و در مقابل اینطور یک حرف نادرست، ما میبالم افتخار میکنم، یک روح تازه میگیرم که زن هنوز وجود داره، هنوز زن بودن خدا حفظ کرد. من مطمئن هستم که خدا به داد اینا یک روز میرسه. ناامید نیست. همین که ما اینجا گفتیم عزیز خدا تقدیم به زن بی‌پناه افغان. آها تو را در خواب می دیدم که پای بارگاه بودی. آها. میان اختران شب غریب و بی پناه بودی. بله. جور ظالمان اکنون و دور از آشنا بودی. زن پردرد آن دامان خفیف و بی نوا بودی، ولی در بارگاه حق عزیز آن خدا بودی. همه سرمست از مستی، همه آزاد در هستی، همه زنها چون گل شاد، ولی تو درد آه بودی. چرا تو خاک خشک در بستان
سبک چون پر کاه بودی، وجود بیگناه بودی. به خالق راز می گفتی و آن دمساز می گفتی، سخن از عدل آن یزدان چی پر آواز می گفتی. و خیلی صد ملک آن شب جهال دار و درد خیش هزاران راز می گفتی. ولی در شهر نامردان، ولی در شهر نامردان صدایت در گلو خفته. نگاهت نور نادیده، تنت چون بید لرزیده، قدت چون شاخ بشکسته، نهال عشق نارسته، زبان مهر نشنیده، هنوزم در سناخ بودی. عزیز آن خدا بودی، میان بارگاه بودی، چنوری بر فراز شب و عرش کبریا بودی، عزیز آن خدا بودی. بسیار زیبا، بسیار عالی، بسیار بسیار با احساس، بسیار با احساس. ولی امی بسیار دردناک است که شما گفتین که از شیره جانشان. بله بله، اون مردایی که از مادر زاده میشن چطور دوباره به زن میتونم جلن کنن، برای من تا به حال مفهوم نداره. بله. و قابل درک نیست. خب دیگر اینجا بله دو دقیقی دیگر داریم. بله خب میشه که ما بخوانم یا شما خودتان، ما میخواییم شما از زبان شما بشنیم. من خب همیشه میخوانم به همسرم. به همسرم. بله. در صبح مرطوب عشق که نور با سحر هماغوش شده بود و بستر امیدها هنوز ما را صدا میزد، نگاه های من به هم گری خورد و دستان به هم پیوست و صدای قلب من از نسیم صبحگاهی جدا شده بود. من بودم و تو و دنیای از تنهایی و لحاف از عطوفت و مهر. بسیار زیبا. که چون تار ابریشم و دور من پیله بسته بود و آسمان آینه ای امیدها بود که عکس من را در آن می دیدیم و با آتش به هم پیوستیم تا از شب جدایی ها برای همیشه در امان باشیم. به 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 به، یک محبت بسیار صادقانه است بین زن و شوهر. بله 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 بله. خب امکان داره که یک شعر دیگه تانم شما بخونین قبل از اینکه خداحافظی بکنیم با دوستان. بله یک شعر کوتاه. دوزخ وطن عزیزم، شهر ما چی دوزخی، هر کنارش پر ز آتش، کوچه هایش پر ز خون، مردمانش پر جنون، عزت زن شد نگون، دشمنانش پر ز مکر، حیله هاشان پر فسون. شهر ما چی دوزخی، قلب مردان همچو سنگ، زور بازو دم بدم، رسم و رفتار پر ز ننگ، رایج فسق و فجور، هر کجا هر بوم و رنگ، روز ما تاریک چو شب، هر طرف فریاد جنگ. شهر ما چی دوزخی، کاخ عصمت بی صفا، دور ظلمت در قضا، کودکانش بی پنا، بیوه‌هایش در بلا، زجر طفلان در خفا، حرمت دین در فنا، کی چنین باشد روا، درد ما را نیست دوا، ای تو خالق ای خدا، ای پناه بی نوا. شهر ما چی دوزخی، شهر ما چی دوزخی. به 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 به، زنده باشین. ما همیشه بر شما موفقیت و بهروزی و کامگاری میخوایم و همیشه قلمتان پر رنگ و انگشتان ظریفتان پر توان باشه. لطف شما همیشه، موفقیت شما جناب کوزار و برنامه روزنه را از بارگاه خداوند آرزو میکنم. انشالله که همیشه دلتان شاد باشه، که دل ماها را شاد میکنین و یک روزنه امید است برای بینندگان که با قلب باز تلویزیون وقت مشکافیم و چهره زیبای شما را میبینیم خوشحال میشیم. خدا شما را کم نکنه. بسیار زیاد تشکر از تشریف آوریتان، تشکر و همچنان از جناب آقای اسکندر همسر عزیز شما که در مقابل آقای اسکندر رستگار. من فکر میکردم که اسکندر تخلص شده. رستگار. آقای اسکندر رستگار تشریف آوردن. بسیار خوشحال هستیم و همچنان جناب آقای کوزار. بله. تشریف دارم. تشریف دارم. سعادت دیدارشان هم داریم. بله بسیار زیاد تشکر میکنم از همه و از خالد جان، از خالد جان سیغانی در استودیوی مرکزی، از
خالد جان عزیز بسیار از شما اظهار سپاس و امتنان دارم که شما واقعا همیشه محبت دارین، همیشه لطف دارین و امروز از عمر جان شکیب هنرمند بسیار عزیز و نازنین ما، از جوان بسیار مهربان اظهار امتنان دارم که در ایستودی با ما همکار بودن و از شما بینندگان عزیز که تا این دم با ما بودین و کوچ پرندگان که واقعا یک مجموعه بسیار زیباست که ساعتها اگر ما سر از این مجموعه حرف بزنیم و از سروده های این مجموعه را بخوانیم باز هم جا دارد و لذت بخش است. ما میخواهیم که این مجموعه در قفسه کتاب های شما باشه و قفسه کتاب های شما را زیبایی میبخشه و این را اما جان از کجا به دست بیارم؟ به من ایمیل اگر لطف کنند ایمیلتان ایمیل من بله omaterzi@gmail.com homaterzi@gmail.com هما جان خو نامشان اون به صفحه تلویزیون نوشته است که هما ترزی یک ورد است، یعنی یک لغت است. شما میتونین که ازی بگیرین @gmail.com. از توجه شما بیننده های عزیز نهایت اظهار سپاس میکنیم. روز و شب شما خوش باشد، بهاران خوش بگذرد، شاد